بسم الله الرحمن الرحيم. در درس روز گذشته ما در مینوی لیست روی آیتم لیست صحبت کردیم. چیزی آیتم هایی که در آیتم لیست بود کلش تشریح کردیم که چه قسم ما آیتم لیست در برنامه کویک بوکس جور می کنیم. اگر با شما کدام سوال است میشه که سوالتان بگوی، در غیر از او پیش میریم. کس سوال نداره؟ خب، وقتی که در برنامه کویک بوکس ما شما آیتما رو در آیتم لیست اد کردیم، آیتما رو به خاطر چی اد میکردم؟ به خاطر ازی چیزی که ما میخرم و پس میفروشم، نامای زو باید قبل از قبل امرای ما اد شدگی یا اضافه شدگی باشه. به خاطر ازی که وقتی که ما میرم در مینوی وندر در اینجا ریسیو آیتم میگم، باز در اونجا امو آیتما در اینجا به درد ما میخورم. اگر نباشه مجبور هستم باز سر او را اد کنم که یک جنجال است. باز کاری اصلی از پیش من میبرم. به مو شکل وقتی که در مشتری میرم انوایس جور میکنم، اگر آیتم لیست نباشه ما مجبور هستم باز سر در اوجه ما آیتم جور کنم. به مو خاطر ما میگم که باید شما قبل از قبل اول در آیتم لیست آیتم هایی که شما میخرین و میفروشین رو چی کنین؟ اد کنین. استاد آیتم هایی که ما اد نکنیم منیمم و مزیمم شد برای ما میتونه که پرانت بیتشه؟ بله، او به مو خاطر است. یک منیمم است یک مکزیمم است. آه، ما برد کار میکنم. صحیح است؟ به خاطر از اینکه وقتی که خریداری میکنیم پس او را بفروشیم، مثلا ما گفته بودیم که مینیمم 10 دانه و مکزیمم 15 دانه، 5 دانش که بفروشیم در او برای ما مسج میده که بیادر اینوینتری خلاص است، با مکزیمم لیول رسیده، شما ایره آردر کنیم. باز که با 10 دانه برسه اینوینتری با مینیمم لیول رسیده، شما او را چی کنیم؟ خو لوی دی خو میسج نوټیفیکیشن دی وبل درک. صحیح است. خب آله کی کار کردیم ما شما د برنامه کویک بوکس لیست جوړ کردیم. کار دو میره کی ما انجام میدیم، باید لیست وندرای خودم و کسٹمرای خود اضافه کنیم. صحیح است. کدام مشتری های ماستا؟ طبعا وقتی که تو بزنس شروع میکنی خو یا بزنس سابقه دست میخوای د برنامه کویک بوکس پرسانی، نامه مشتری تیار پیش می باشه که اینی مشتری است پیش ما، او را باید ایجا چی کنی؟ انتقال بطی، یا انتقال بطی و یا هم خود جور کنی. اگر در پروگرام اکسل باشه هم انتقال داده میتونی، اگر دیگه کمپنی فایل کویک بوکس باشه او را میتونی ایجا امپورت کنی. صحیح است؟ خب امروز روی ازی کار میکنیم که ما چه قسم میتونیم در برنامه کویک بوکس لیست مشتری های خودم، اگر او سنگل باشه یا ملتیپل باشه، اضافه کنیم. خب بخاطر بازنمودن لیست مشتری های خود یا در می هوم پیج سر ازی کستومرز ایرا کلیک میکنیم، کماند کستومرز که هستم، و یا هم در لفت آیکن بار یک کماند است به نام کستومرز ایرا کلیک میکنیم، و یا هم چنان میتونیم که در مینوی کستومرز بیم کستومر سنتر کلیک کنیم. هر سه زیره که شما کلیک کنین ای ای او برای ما کستومر سنتر باز میکنن. کستومر سنتر کدام سفر میگه؟ روی ازی ما کلیک میکنم ببینین این میره به نام کستومر سنتر یاد میکنن. در اینجا تمام نامای مشتری های ما میاد. در این قسمت چیز مشتری که ما داریم از قبل باشه یا ناجور کنیم، در اینجا نامش میاد، احمد خان جان سلام اسلام. در اینجا کرنسیش میاد که با اون نفر ما چه قسم دیل کردیم که جنس از پیشم خریداری میکنه با افغانی است یا با دلار است، و در اینجا بلنسش میاد. بلنس به این مانا که این نفر که هست که بلنس این نفر چقدر قرضدار ما هست. اگه این مشتری از قبل قرضدار ما باشه هم او را به حیث اوپنینگ بالانس نشان میده. اگر جدیدا ما چیزی اینوایس به رزی جور کرده باشیم، یعنی چیزی را به قرض برده باشه، او پیسه مکمل در کجا جمع میشه؟ در اینجا جمع میشه. بدون ازی اگر ما شما سل رسپت داشته باشیم، سل رسپت یعنی با نقد فروشات داشته باشیم، نو کچری انتر سل رسپتی نو هغه بالانس بدل تنه اٹکیږي، ځکه په نقد حساب کتاب دی. صحیح ده؟ او که چیرې موږ کوم مشتری ته انوایس جوړو، انوایس هغه ما به مشتری جوړ میکنیم، بازو پول د کجا اضافه میشه؟ د اینجا اضافه میشه. به خاطر از اینکه پولی که د انوایس می او اکاونت رسیدیبل خود ماست، یعنی مشتری جنس از پیش ما به قرض میبره، پس وقتی که به قرض میبره خب برای ما شما اکاونت رسیدیبل شد، پول است که باید داینده برای ما پرداخت کنه و بالای خود از اوکی است اکاونت پیبل است. و در اینجا کدام اسناد یا داکومنت مربوط به مشتری اگر ما اتچ کرده باشیم در اینجا میای، یعنی ما اتچ کردن میتونیم و اگر از قبل باشیم او رو دیدن میتونیم در اینجا.
و در این قسمت جنرال انفورمیشن کستومرز یا کستومر میه. هر مشتری که کلیک کنی نامش چیست، نام کمپانیش چیست، آدرس چیست. اگر امروز شما کدام پیمنت ترمز اد کرده باشیم، شماره تلفنش چیست، ایمیل آدرس چیست، تمام معلومات مشتری که هست اینجا میشه، میه خودش اتوماتیکلی. و در این قسمت که هست لیست تمام ترانزکشن هایی که با این مشتری ما صورت گرفته اینجا میه. اگر او استیمیت جور کرده باشیم، اگر پرشن جور کرده باشیم، اگر انتر سل سپ باشه، اگر ریسیو پیمنت کرده باشیم، اگر کریدیت میمو باشه، صحیح است، تمام از ما ده اینجا جمع میشه. ده طرف کانتاکت دیتیل و تو دو نوٹس و دیگه معلومات شد. اگر تو آرد میکنید کده میتونید غیر از اون نیاز برش نیستن. و یار خو میفهم شما ای جایزی طریق فیلتر کده میتونی که مثلا کدام ترانزکشن ها را میخوایی، استیمیت میخوایی، سلس آردر را میخوایی، انوایس میخوایی، سل ریسپس میخوای، چی رو میخوای، از کدام تاریخ میخوای، آل میخوای، یعنی دس فیسکل ایئر، مثل که ریپورت ما شما فیلتر میکنیم، از یه فیلتر کدام میکنیم. پس از زیاد قصه تیر میشی، میم طریقی جور کردن مشتری را گاب میزنیم، بچند تاریخ ما میتونیم که مشتری را جور کنیم. اولین طریقش که هستی نمیستا، هم یک طریقه هستا خوی اینجا میاییم، یک به شکل سنگل مشتری را مارد کده میتونیم، یک ملتیپل مشتری. یعنی اگر میخوای یک مشتری را به شکل انفرادی اد کنیم در برنامه کویک بوکس، اینی کماند است نیو کاستومرز، در اینجا میای نیو کاستومر او را اد میکنی. اگر میخوای چندین مشتری را همزمان اد کنی از این طریق، اگر پیشتان یک لیست باشه، هم بخوای او لیست اکسل باشه، در برنامه کویک بوکس انتقال بتن، باز اینمی کماند به خاطر از استفاده میکنی. اگر تو میگی که نه، ما قبلا که هست یک کمپانی داشتیم، در دا او کمپانی که هست مثلا ما در بغلان به حیث مدیر مالی یک شرکت کار میکنم، شرکت دفتر مرکزیش در کابل است، اونا برا گفت که شما کمپانی فایل جور کنیم در بغلان، ما برد لیست هر چیز روان میکنیم، مشتری هایی که ما داریم، آیتم لیستی که داریم، پیمنت ترمز که داریم، کانتاکت دیتیل کلش، ما کمپانی را جور کردم. حالا میخوایم که لیست مشتری خود دیجا امپورت کنم، میام در مینوی فایل، در اینجا در یوتیلیتی، در اینجا که آمد این کماند است بنامی امپورت، ببین لیست اکسل هم انتقال داده میکنی و فایلی کویک بوکس که ما همیشه فرمتش صاف میکنیم و او را اکسپورت میکنیم، بیرون میبریم به دیگه کمپانی فایل، او را به شکل IIF میبریم، یک فرمت است که کویک بوکس سپورت میکنه. به این شکل شما میتونید که او را باز وقتی که امپورت کرد کمپانی دفتر مرکزی او را امپورت کرد، به تو از طریق ایمیل روان کرد، تو را میگیری دانلود میکنی، باز پس در اینجا در امپورت میایی، در امپورت IIF فایل اتوماتیکلی چی میشه، در اینجا میای بازی رو ما شما گپ میزنیم، خالی طریقه شه برات میگیم که با چند طریق میتونیم در برنامه کویک بوکس لیستا را امپورت کنی یا بیاری. در اینجا سوال نیست خود پروگرام کویک بوکس باز کده میتونی دیگه باز نمیشه، به خاطر از اینکه فرمت هست که کویک بوکس او را سپورت میکنه باش و بس، شاید دیگه اکاونتینگ سافتویر هم سپورت کنه، مثلی پیچ 3 تلی او هم سپورت کنه، ما چک نکردیم، خود کویک بوکس 100% سپورت میکنه او را. صحیح شد. خب در اینجا که آمدم میخوام کستومر مشتری نوارد کنم، میم در نیو کستومر است، در اینجا که آمدم نیو کستومر انتخاب میکنم، نام مشتری چیست نوشته میکنم که نام مشتری ما که هستن علی بابا است، علی بابا، صحیح است. اوپنینگ بالانس ای علی بابا است، پیش تو قرضدار است یا نیست، یا نوشته میکنم که پاور لینک، صحیح است، ال تی دی یا کم خونه، نام مشتری نوشته میکنم، نوشته میکنم که انجینیر احتشام، این نوشته کنم چون نام کستومر از کمپانی نیم به اینجا میه. خب نام کستومر دی شد اوپنینگ بیلنس، ای از قبل نستو قرضدار است یا نیست این مشتری. مثلا ما میگم که یک مشتری سال قبلی ما است و سال قبل که است تقریبا 20,000 افغانی قرضدار ما است و به اون شکل ایره وقت ما ارد میکنیم، وقتی که ما لیست مشتری خود از کتابچه به کویک بوکس میرسونیم، در کتابچه میبینیم که 20,000 قرضدار ما است، او رو به حیث اوپنینگ بیلنس در اینجا ارد میکنیم. ما بعد از این تاریخ انتخاب میکنیم که اوپنینگ بیلنس از کدام تاریخ است، میگیم از تاریخی اول است. یه مشتری که هست با این وقتی که تو دیل میکنی چیز از پیشت میخره، با افغانی میخره یا دلار، یک چیز متوجه باشین، اگر شما دلار انتخاب کردین در اونجا باز ما اوپنینگ بیلنس اد کده نمیتونیم، اوپنینگ بیلنس فقط به هوم کرنسی اد کده میتونیم، صحیح است. اینجا آمدیم پس ایر افغانی انتخاب کردیم، ایر که انتخاب کردی اینجا چی میکنم 20,000 نوشته کردم، اگر دلار باشه اکسچنج شه، بله اکسچنج شه باید، صحیح است. دیگه نام کمپانی از چیست، میگم به نام پاور لینک ال تی دی. خب
ای خو نام مشتریت بود، این نام کمپانی است. اینمی نامه که نوشته کردی، این کمپانی اتمن به خود یک رپرزنتیتیف یا نماینده داره که پیش خودت میایه. اگر خود می انجینر احتشام است، امور را اینجا نوشته کو. اگر نیستن نماینده شجن دیگهش نوشته کو. صحیح است؟ مثلا امی کمپانی به نام چی است؟ کی است مو نفر نماینده شرکت است که اسم میگم میستر انجینیر احتشام است. احتشام است. جاب تایتل از چی است؟ اونر است میگم. صاحب بزنس خودش است. اگر مارکتینگ منیجر است یا سیلز منیجر است، هر کس که است، او رو شما در اینجا اد میکنه. بعد از او مین فون نمبر چیز داره نداره. اگر مین فون نمبر داشته اینجا ما فقط نامش نوشته کردیم، اینجا فون نیمش نوشته میکنی مستر فلانا و فلانا، یک کلش درچ میکنی. مین فون نمبرش به طور مثال میگم 020 40 50 چی دیجیتال نمبر از دفترش هست. ورک فون نمبرش که هست، خب مین ایمیل ادرسش چی است نوشته کردم که پاورلینک info at powerlink.org. بطور مثال یک ایمیل برش دادم، صحیح شد. ورک فون نمبرش چیست؟ یک فون نمبر است، یک شماره کاری دفترش است، یک مین دفتر است. مثلا دفتر ما که بین یک دفتر است که عمومی در بیرون از او طریق مردم ارتباط میگیرن، یک دفتر شخصی از شعبه خودم است، شماره تلفن خودم است. صحیح است؟ اگر از بیرون کسی ارتباط میگیره با اون شماره رسمی دفتر ارتباط میگیره، از داخل از کس با ما ارتباط میگیره یا مستقیم با ما ارتباط میگیره، باز او را ورک فون نمبر خودم اد میکنم، میگم اینو میستم. او را نوشته میکنم که مثلا اینی نمبر خودم است. اگر دیجیتال باشه دیجیتال نوشته کنم، نباشه هیچ. فون نمبر چیست؟ مثلا نوشته کردم فون نمبر ما نیست. خب سی سی ایمیل ادرس داره نداره؟ سی سی ایمیل ادرس چی معنی میتا؟ سی سی معنی کاربن کپی. ببینین ما زیادتر در ادارات کسایی که کار کرده باشه او میفهمه سی سی در کجا استفاده میشه. مثلا ما در یک جای رئیس هستم یا سوپروایزر هستم، زیر دست ما که از چندی نفر کار میکنم، وارا گفتم بیادر شما امی راپور در وزارت مالیه روان کنین، امی راپور یک ماه یا یک سال خواست است پیش من. و گفتم وقتی که راپور روان میکدی مرد سی سی باز بگی. به این معنی سی سی معنی کاربن کپی، چیزی ایمیلی که مثلا به امون نفر میره، ما به حیث یک کپیش به حیث اسناد پیش ما میه. یعنی به این معنی که ما در لوپ باشم که بیدر اینمی کارمنده که ما وظیفه داده بودم اون اصل که ایمیل به وزارت مالی روان کرده، مرم در سی سی گرفته به حیث ثبوت یا به حیث فالوآپ که ما بفهم که کار فالوآپ کرده نکرده. اینا سی سی را به خاطر از استفاده میکنم. مثلا رئیس اینمی پاورلینک هست، ceo@powerlink.org. این ما در اینجا ای چی کدم از امی ایمیل ادرس است از این نفر. این نفر برای ما گفت که بیادر ای خوب ایمیل ادرس که از پیشی تیم مارکتینگ ما است، ایمیل ادرس از رئیس است. هر وقت که شما به اینمی ایمیل میکردین اینمی را هم در کاپی بگیرین در سی سی که رئیس هم بفهمه که برای ما چه ایمیل آمده، کس جواب داده نداده. این به خاطر از این ما استفاده میکنیم. سی سی ایمیل یک بی سی سی است، یک سی سی است. بی سی سی معنی بلایند کاربن کپی. باز وقتی که کسی را در بی سی سی گرفتی، باز نمیفهمه که کس دیگه هم در تو هست، در سی سی هست یا نیست. صحیح است؟ و دیگه گپ نمیشه، خودش از دیگه خبر نمیشه و دیگه را از این خبر نمیشه کسی را که در بی سی سی شما گرفتید. صحیح شد؟ سوال خو نیست دیجان. وبسایت نوشته کردم که www.powerlink.org این وبسایت هست. فاکس نمبر داره نداره؟ اگر اکسترا انفورمیشن اد میکنم، مثلا اسکایپ آی دی دیگه دیگه معلومات اینجا اور انتخاب کردم، میتونه وارد کردم میتونه. مثلا من اسکایپ آی دی رو انتخاب کردم، نوشته کردم که پاور لینک. بس خلاص پاور لینک ایره نوشته کردم و ایره چی کردم. بعد از او آمدم و لیف کردم. در این قسمت ادرس دیتایل است. ادرس دیتایل معلومات می فرد نوشته میکنی کمپانی شکی کمپانی زی در کجا قرار دارن. یک وقتی که ما با می مشتری به نام چی هستن، به نام انجینر احتشام، برای ازی که ما انوایس میتیم به کدام ادرس انوایس بدیم؟ پاور لینک LTD انجینر احتشام. صحیح است؟ نوشته میکنم که دیستریکت نمبر 3 دیگه نوشته کردم کابل افغانستان و در پایینش هم نوشته کردم زیپ کود از ایریا کودش هم ایر نوشته کردم. این ادرس از این نفر است. دیگه
یک شیپ تو ادرس است، یکی از انوایس بیل تو ادرس است. ای خو ای است که وقتی که ما برای زو انوایس میتیم این دا انوایس اینمی ادرس بیا دفترش دا کجا است؟ دفترش هم دمیجا قرار داره به می ادرسی که شما دا اینجا نوشته کردیم. اگر یکسان است فقط کاپی بگو او رو دا ای طرف کاپی کن. اگر میگینی من نو ارت میکنو خود ما دا پلاس ساین بیا دا اینجا که آمدی ادرس نیمش چیست، فول ادرس چیست، سیتیش چیست، زیپ کودش چیست، کانتری چیست، نور چیز نوشته میکنی. وقتی که اوکی کلک کردیم مکمل معلوماتش چی میشه اینجا درج میشه. ما میگیم نه کار نمیکنم اینا میره کپی میکنیم یکسان هستن. اینا که کلک کردیم معلومات زیادترش خودش نوشته میشه. اگر کم بود باشه میتونی او را جور کنی. مثلا زیپ کود هست سیتی نوشته کردم که کابل دیسترکت نمبر 3 کابل، کانتری نوشته کردم افغانستان و دیگر چیز نوٹ نوشته میکنی نوشته کو. اگر میخوای که نوٹ موٹ نوشته نمیکنی فقط اوکی کلک کوچی میشه اونجا کپی میشه. کدام گاهی خاص دیگه نداره، فقط این نیست که تو میخوای ادرس از ایشی اینجا کپی کنی. بعد از اینکه معلومات درج کردی میای در کدام جای در پیمنت سیتینگ میای. پیمنت سیتینگ که عمری از پیش ما پرسان میکنه خب اکاونت نمبر مشتری تا نوشته کو. میشه که مثلا مشتری برای ما وقتی که پول روان میکنه از طریق بانک ترانسفر کنه پیسه، ولی وقتی که اکاونت نمبرش نباشه ما چه قسم بفهم گیره کدام مشتری ما روان کردن. اکاونت نمبرش پیش ما باشه وقتی که بانک برای ما استیتمنت میده ما باز از طریق اکاونت نمبر رو شناسایی کرده میتونیم که یک کدام مشتری ماست. گرچه چیز نام چیزایش میاد خب اکاونت نمبرش هم باید باشه. نوشته کردم که 1020 10 30 ای اکاونت نمبرش هست. خب کریدیت لیمیت به خاطر از این که وقتی که مشتری از پیش ما چیز رو به قرض میبره تا چقدر لیمیت برش تعیین میکنیم، تا چقدر افغانی میتونه که اشیا رو از پیش ما به قرض ببره. میگم تا 50000 افغانی میتونه وسایل از پیش ما اگه او سرویس باشه یا آیتم باشه به قرض ببره. وقتی که ما یک اینوایس جور میکنیم از 50000 بالاتر باشه کوئیک بوکس اتوماتیکلی برای ما مسج میده که اینوایسی که تو جور میکنی از 50000 بالاتر است میخوای پیش بری یا نه. دیگهش که از پیمنت ترمز هست، پیمنت ترمز به خاطر از استفاده میکنیم که این نفر پول چیزی را که از پیش میخره پول از او را به چه مدت چه وقت به تو پرداخت کنه. بیند اینجا تیار پیمنت ترمز جور کردگی ما داریم. در 15 روز پرداخت کنه، در یک ماه پرداخت کنه، در دو ماه باید پرداخت کنه. و از وقتی که تو مثلا اینجا 15 روز انتخاب کردی به این مشتری ما اینوایس شروع میکنیم. مثلا تاریخ امروز 24 است، 15 روز در دو دیت هزی که هست وقفه میدم وقت میدم. یعنی امروز اینوایس جور کردیم با اینوایس نوشته میکنه که مثلا 15 روز بعد روزی آخری پرداخت پول از مشتری است. در اینوایس میه باید پول پرداخت کنه. چون اینجا ما خودم انتخاب کردیم. اگر این را انتخاب کردیم مثلا یک ماه باز در دو دیت که هست در روی اینوایس میه که تو باید در ماه سیوم تا تاریخ ماه سیوم تاریخ 24 ماه سیوم توی را پرداخت کنی. خودش وجه کالکولیت میکنه اونه. بلکل او را کالکولیت میکنه. و دیگه میشه که مثلا یارم انتخاب کنی که دو اندر سپت. دو اندر سپت به این معنی که همی هر وقت که بل برت رسید تو باید یا جنس برت رسید امر بل و تو باید پول ازور چی کنی؟ پرداخت کنی. دیگه مثلا گفتم میتونی که بیادر پول خوب باید یک ماه پرداخت کنی نیت 30. اگر در روز پرداخت کنی 1% دیسکاونت برت دیگه میتونی. برای لوازی که مثلا دیگه دیسکاونت دادیم 1% دیگه هم برت دیسکاونت میتونی. اگر خودتان میخواین که یک کستوم پیمنت ترمز جور کنین دا اد نیو بین دا اد نیو که آمدین دا اینجا اول هم شرایط یا کریتیریاش نوشته کن بگو بیادر نیت دو 20 دیز. نیت یعنی تاریخ آخری که تو باید پول برای ما پرداخت کنی 20 روز است. یعنی دا 20 روز باید تو باید پول برای ما پرداخت کنی. اگر پول برای ما دا یک روز پرداخت کردی if paid within one days then discount percentage is 5%. پول باید در 20 روز پرداخت کنی. اگر در یک روز پول پرداخت کردی در جریان یک روز 5% دیگه هم بر تو ما دیسکاونت در نظر میگیریم. باز در اینجا امور ذکر میکنیم. مثلا میگم که 5% 1 صحیح است و نیت 20 دیز ایتورا میتونی یا فقط نیت 20 نوشته کن. بگو بیادر نیت 20 دیز است در 20 روز باید پول پرداخت کنی. اگر در یک روز پرداخت کنی 5% دیگه هم دیسکاونت برد الاود میکنم. بعد از اوکی کلک میکنم. ای را میگه کستوم پیمنت ترمز که ما خود ما جور میکنیم.
دیگه پریفرد دلیوری میتود است که تو میخوایی که مثلا با ایمیل تو را نوتیفیکیشن بتا یا تو را امی موضوع را ایمیل کنه یا با میل روان کنه چه رقم حساب است یا نه زیاد ایمیل انتخاب میکنه و دیگه پریفرد پیمنت میتود است که این نفر که اسپیش چیز را میخره پول پرداخت پولش چه رقم حساب است افغان کیش است کریدیت کارت است ماستر کارت است میگم کیش است صحیح شد اگر تو اینجا انتخاب کردی که مثلا ماستر کارت یا ویزا کارت یا دیبیت کارت بازم معلومات کارتش رو اینجا درج میکنی کریدیت کارت نمبر چیز اکسپایری دیت اداره نی هر ماستر کارت چیزا رو داره نیم اون دی کارت چیز ادرس زیپ کد چیزا ایشان چک خو تر است که یک ورق است دم ورق بر نامت نوشته میکنه به نام کمپانی یک چک میده بانک صحیح است مکمل دیتیل اکاونت نمبر چک است باز دم ورق نوشته میکنه که این چک به کی میتی نامش چقدر است اماونت چقدر است در یک قسمتش امضا میکنه باز چک به تو میره میته میری در بانک اون چک پیش نشان میدی از تذکری چیزایی تو میبینه که تو می چک به نام خود است تذکری نفر اصلی است یا نیست تذکری تو میچ میکنه به نام که در چک است اگر یکسان بود برات میگه بگی پیسی رو بده صحیح است او مشکل نشته این مطلب داره چی کچیری چکوسی بیان دلت دا معلومات ضرورت نشته چک نمبر چیزا دیجه درج کردن نمیتین فقط میتودش از پشت پرسان میکنه که تو از این نفر که پول میگیری پیمنت که به تو میکنه به چی شکل پیمنت میکنه کاش هستا چک هستا ماستر کارت چه رقم هستا میگم کاش پیمنت میکنه برای من او اگر هفتوار میگیری یا سالانه میگیری فرق نمیکنه پرایس لیول لیست که هستا ما وقتی که مشتری ها را جور کردیم باز اونجا میخوانیم پرایس لیول لیست یک کمانڈ است ایجاد مینوی لیست همراه ما شما بنام پرایس لیول لیست این به خاطر فیلتر کردن و کاتگورایز کردن مشتری استفاده میکنیم کدام مشتری ماست که بسیار زیاد است پیش ما خریداری میکنه تاپ هستن کدام است که نسبتا خوب است کدام است که بیخی یگان وقت دلش شد دیگه قیمت بود میاد پیش ما پیش ما جنس میخرن او را باز اگر تو بخوای که او را کاتگورایز کنی بر از دیسکاونت نظر بگیری باز دو تو حالت ماس پرایس لیول لیست استفاده میکنیم حالا ایره کلیک کنیم قصیص زیاد از گردوار میشه گنگس میشین شما ایره که مشتری ها را جور کردیم باز میم سر از یه کار میکنیم بعد از اومیم دس سل تاکس سیتنگز ده اینجا که اومدیم از این مشتری ما تاکس میگیریم نمیگیریم اگر تاکس میگیری اینجا تاکسیبل انتخاب کو اگر نن تاکسیبل انتخاب کردی هر وقت که برزو ما کدام ترانزیکشن ریکارد میکنیم اتوماتیکلی او از تاکس اگزامت میشه نی سر از او تاکس چارج نمیشه ما میگیم نه تاکسیبل است خب باز ما مشخص هم میکنیم که چی وقت مثلا کدام جنس از پیش ما میگیرد سر از او تاکس کدام جنس میگیرد تاکس نیست اگر تو اینجا تو تاکسیبل انتخاب کردی ده اینجا اوت آف ستیت انتخاب کردی به این معنی که سر از تاکس چارج نمیشه حتی میتونی که مشخص کنی که بیادر 2% تاکس سر از چارج میکنیم ما 4% است یا 6% که توتال تاکس ما جور کردیم روز او رم از این طریق شما میتونی مشخص کنی فعلا ما اوت آف ستیت انتخاب میکنیم تاکسی بلاست ده اینجا اوت آف ستیت به این معنی که فیصدی شما مشخص نمی کنیم ده اونجا که وقتی که انوایس جور میکنیم باز مشخص میکنیم اگر نیاز بود انتخاب میکنیم نیاز نبود ایچ دیگه مسئله ریسیل نمبر است اگر ما برای این مشتری اجازه زیر داده باشیم که جنسی که از پیش ما میخره بعضی اجناس است ای طور است که اجازه میخواهی که تو رو دوباره میفروشی صحیح است مثلا ما بعضی آموزش ها رو جور کردیم و او رو کاپی رایتش پیش خودم است بعضی مشتری ها رو ما اجازه میدیم مثلا که او رو پس دوباره بفروشه صحیح است اگر تو ما قسم کدام جواز یا چیزی بر ازی اجازه داده باشی یا از دولت اجازه گرفته باشی که این میتونه که بفروشه ایره اما ریسل نمبر چیجه نوشته میکنی در غیر از هیچ نیاز نیست ایدیشنال انفارمیشن معلومات اضافی را راجع به کستومرت میخوای درج کنی مثلا این مشتری ما که هستن چه قسم مشتری است مشتری داخلی است مشتری خارجی است صحیح است افغانی است هندی است پاکستانی است ایره تو از این طریق کاتگورایز کردن میتونی هول سیلر است صحیح است ریتیل سیلر است چه رقم است در اینجا که آمدین اگر تو میگی که در اینجا نیست ما میخواییم که نو ارد کنم برا در ارد نیو بیا در ارد نیو که آمدین در این قسمت بازور خودت نوشته میکنم مثلا ما میگم که یک مشتری داخلی ماسته که او را بنام انترنل کستومر سیاد میکنم مشتری داخلی افغانی ما شما که هستن بعد از اوکی کلیک کو باز دیگهش میام ارد میکنم میگم که بیادر ای که هستن اکسترنل مشتری ما هستن یا حتی میتونی نوشته کنی که هندی پاکستانی یارم کاتگورایز کرده میتونی اوکی کلیک کو در اینجا که آمد مثلا این مشتری ما چه قسم است میگم یه انترنل کاستومر ما است چه شو انترنل در اینجا است اگه اکسترنل باشه اکسترنل میتونی کدام نماینده داره اینا داره ریپرزنتیتیو این خود انجینر احتشام که کمپنیش هست
اگر کدام نماینده دیگه است او را میخوای ارد کنید اینجا میشه در ارد نیو بیاید اینجا که آمدی نامش چیست نوشته میکنم که به نام نمایندهش که است به نام علی است سلکو وقتی که من نام نوشته میکنم بعضی نامه را که ما اوجه ارد کرده باشم خودش پیدا میکنه از وا باشم میتونه گرفته میگم نه به نام علی احمد یک مشتری ماست ریپرزنتیتیف داره صحیح است باز اینیشیالش خودش کاپی میکنه از اینجا ای ای او را میاره اینیشیالش صحیح است خب در اینجا برای ما میگه که امی علی رو که تو ارت میکنی ای در ملستی لست نه در لست مشتری هایت هست نه در لست ویندر هایت هست و نه در لست کستومر هایت هست صحیح است خب واحد پولی رو برای امی کستومر یا ویندر ارت که هست امپلوی بر چی انتخاب میکنم میگم افغانی انتخاب میکنم فقط کویک ارت میگم اگر سیت اپ گفتم باز امو لست ویندر برای ما باز میکنم ویندر باز ما شما میخوانیم چه قسم جور میشه میگم ایره کویک ارت که نیست در چی ارت کنم در ویندر در امپلوی یا در ادر میگم اوکی کلیک کو اینا به نام علی احمد یک دنه فرد دیگه هم اضافه شد به حیثی ریپرزنتیتیف سیلز ریپرزنتیتیف نیم به اینجا گفته میبینی شما اوکی کلیک کنین میدل اینیشیل چیزایش خودش گرفته صحیح شد ایره مشخص کردی بعد از او بعضی اوقات میشه که تو یک معلومات درس میکنی در این قسمت ها بر از او یک فیلد مشخص وجود نداره مثلا در اینجا اگر شما متوجه باشید یک خصوصی ایمیل ادرس هست صحیح است الٹرناتیو ایمیل ادرس ما جای نداریم برای از او صحیح است الٹرناتیو فون نمبر ما جای نداریم اگر توی قسم معلومات رو میخوای درج کنی دوج جای نباشه میتونی تک کاستم فیلد ای چی کنی اضافه کنی چه قسم اضافه میشه دیفاین فیلدز که اومدین میگم که ما میخوام که بنام الٹرناتیو ایمیل ادرس یک دانه یا الٹرناتیو کانتاکت نمبر هر چی باشه یک چیز رو میخوام اضافه کنم ایره کجا میخوای اضافه کنی در امپلای ویندر کاستمر در کاستمر چی رو دای درج میکنی انی تکسس نمبر از چیز میگم انی تکسس اوکی کلیک کو بعد از اوکی کلیک کو اون فیلد در اینجا برای ما اضافه میکنم در اینجا میشه که امو الٹرناتیو ایمیل ادرس شم چی کنی در اینجا تو ارد کنی هر ایمیل ادرس که باشه صحیح شد بعد اگر پس میخوای که نیز ضرورت نیست در ریفاین فیلد بیا از این تک مارک کلیک دور که اوکی بگو رو پس چی میکنم دور میکنم جاب انفارمیشن هستن اگر تو به مشتریت میخوای که یک جاب مشخص ارد کنی یعنی برای مشتری ما که اسم ما یک جاب یک وظیفه مشخص پیش میبرم مثلا ترنینگ است یا مثلا میخوام که سیستم یا جو منوال از منوال به کامپیوترایز تبدیل کنم او رو معلوماتش در اینجا درج کنم من نوشته میکنم که نه ما مثلا یک پروژه به نام کپاسیتی بیلدینگ است یا کار میکنم صحیح است بیلدینگ و داش نوشته میکنم در اونجا چی نوشته میکنم کویک بوکس سر ازی کار میکنم برای یک جاب مشخص است وظیفه مشخص است خب تایپ از جاب چه رقم است ای کمرشل است یا نیست میگم نه کمرشل چیزا را ارد نمی کنم من خودم تایپ از ایران ارد میکنم من نوشته میکنم که تایپ از چی که از جاب که است کپاسیتی بیلدینگ است صحیح شد به این شکل اگر سب تایپ داره او را میتونین ارد کنین اوکی کلیک کنین او در اینجا ارد شد جاب سٹیٹس چی رقم است ای جاب فعلا پندینگ است پر این پروگرس است خلاص شده چی رقم شد در اینجا که آمدی انتخاب میکنم من میگم که ای دا پندینگ است هنوز برای ما اوارد نشده یا میگم که اوارد شده اوارد مور برای ما تسلیم داده شده و یا میگم که این پروگرس خب اوارد به این معنی که برای ما ایره ما گرفتیم مگم جریان نداره صحیح است اگر این پروگرس گفتی باز مجبور هستی start date و end date و چیزایش هم چی کنی میگم ای اوارد هست خود تاریخ شروع ازی که هست تاریخ چند هست تاریخ 25 سبا شروع میشه و به کدام تاریخ شما چی کردین پروژیکت کردین که ختم میشه پروژیکتید end date یعنی شما تخمینی کدام تاریخ به ختم ازی تعیین کردین ما میگم در تاریخ 27 برش تعیین کردیم یعنی 3 روزی دوام میکنید ترنینگ خب و به کدام تاریخ end شد end date ایره شما الان نوشته نمیکنید وقتی که پروژه برات معلوم شده می جواب در کدام تاریخ اند شد اگر فکس به می تاریخ 27 اند شد خوب اگر به تاریخ اند نشد میشه که تاریخ های دیگه نوشته کنیم ایره بعدا شما او رو باز مشخص میکنیم بعد از اینکه معلومات مکمل شما ازش خلاص کردین ارد کردین بعد از او فقط اوکی کلیک کنین یک دن مشتری امروی ما چی میشه؟ اضافه میشه به نام انجینر احتشام کرنسی که برای مشتری انتخاب شدگی افغانیست بالانسش گس 20000 افغانیست یعنی او ای اوپنینگ بالانس گس پیش ما قرضدار است ده اینجا جنرال انفورمیشن شما میبینید شما تمام معلوماتش ده اینجا خودش آمد و ده اینجا ما براتون گفتم ترانزکشن میه اگر ما اوپنینگ بالانس ارد نمیکردیم ده اینجا ترانزکشن نمی آمد وقتی که اوپنینگ بالانس ارد کردیم اتوماتیکلی یک ترانزکشن ریکارد شده تایپ ازو که اس انوایس است تاریخش اینمیست نمبر چون نداره به خاطر اینکه اوپنینگ بالانس بود
اکاونت کی با اون لینک است اکاونت ریسیوبل است. پیشتر هم ما گفتم برد هر وقت که شما اوپنینگ بالانس با مشتری اد میکنید او برای ما شما اکاونت ریسیوبل است، برای او اکاونت پیبل است. اماونت چقدر است و کرنسی ش افغانیست. اینجا آل ترانزکشن ما انتخاب کردیم، مگر تو تنها استیمیت یک استیمیت هم میخوای باز استیمیت نشان میدن، چونی انوایس است. اگر ما برش بگم انوایس نشان بده باز انوایس نشان میدن. یعنی از اینجا تو را میتونی ترانزکشن های تا فیلتر کنی، حتی با اساس دیتا میتونی رو فیلتر کنی. میگم از این مورا برای ما ترانزکشن هاش نشان بده، این یک ترانزکشن است. میگم از ما قبلی را برای ما لاست ویک نشان بده، لاست ویک چیز نداریم ما. خدا اینجا کوشش کنیم همیشه شما چی انتخاب کنین، حالا انتخاب کنین، حالا که انتخاب کردی باز میشه که ترانزکشن تایپ تا اساس این از این میجه که شما اون فیلتر کنین که استیمیت کار دارین، آل دیتا استیمیت کار داره، سلندر کار داره، چی کار داره. بله کره یو خو لیجر مون سره دلته حساب دی ځکه فقط کم شین چې د مشتری مربوط کی، مثلا استیمیت، سلندر، انوایس، سټیټمنټ شو پکې، کریډیټ میمو شو، دا ترانزیکشن ټول دي ته فلټر کول شي. کچیر ته بیا لیجر پکار دی، لیجر د پاره مون دلته راتلی شو، ګورل ته ریپورت راځه د اکاونټ انټکس سره راځه، مخ جرنال مشته او لیجر مشته دی جنرال لیجر، دا پاساس باندې کول شي خپل ترانزیکشن د لیجر پاساس باندې فلټر کی. بیا صحیح ده، مالا کورسادی که شما 20,000 قرضدار هستن. بله. و ایره وقتی که ما در خودی رپورت سایت کنیم برای ما نشان میتن. ببین رپورت چند قسم سل کدا میتونیم. یک میم در لفت آیکن بار در اینجا که آمدین سری کمپانی سناپ شات کلیک، کمپانی سناپ شات بهترین کمانڈ است. چی میکنه؟ یک اوورویو کمپانی برای ما نشان میده ما چقدر قرضدار هستیم، مردم چقدر قرضدار هستن، چقدر مالیه سر جمع سر ما جمع شده، کدام اکاونت های بانکی ما پول داره نداره. ایره که کلش هم میخواستی یک شارت انفورمیشن سر کمپانی سناپ شات کلیک کنه برای ما میگه بیاد ببین برای ما میگه اینه قدر پول در اکاونت های بانکی شما دارین. برعلاوه این تمام مسائل از یا که هستن، شما بالای یک کمپانی یک کس کس به نام اکاونت ریسیوبل پول دارین. اکاونت ریسیوبل ما چقدر هستن؟ 20,000 افغانیستان هست یا نیستن؟ و این پول بالای کی هستن؟ در اینجا ببین کستومرز هو او منی، کستومرای مشتریای که از پیش ما قرضدار است به نام چیست؟ انجینر احتشام. دو دیتش کدام تاریخ است؟ در مای دوم، تاریخ اول مای دوم باید دیره پرداخت کنه. این رنگش سرخ به خاطر ازی شده که به این معنی که تاریخ ازی تیر شد تانوز پول برد پرداخت نکنه، تا که تاریخش تیر نشود رنگ ازی دو دیت که سرخ نمیشه، یعنی این در خطر قرار ده، باید پولش به خود چی کنه؟ پرداخت کنه. چون ما قد ازی مشتری چی کده بودم؟ تعهد کده بودم که پول باید چه وقت برای ما پرداخت کنه؟ ده یک ما برم پرداخت کنم، تاریخ برش تعیین کردم و این تاریخ که هستن حتی تاریخ این ماه گذشته چیست؟ 21 22 روز پیش هستن و امروز چیست؟ تاریخ 24 است، به او خاطر رنگ ازی چی شده؟ سرخ شده. خب بر صورت اینجا برای ما اکسپنس چیزا رو نشون میده که اکسپنس ما زیاد است یا عاید اینکم ما زیاد است، چی است کلش نشون میده. و دیگه از این طریق ما میتونیم که بیایم در کدام جای در مینوی لفت آیکن بار دور میکنم، در ریپورت بین د اینجا د کمپنی فاینانشل د اینجا که اومدین بین د بالانس شیت، د بالانس شیت استاندارد که اومدین برای ما نشون میده که چقدر پول اکاونت ریسیوبل ما سر مردم داریم. د اینجا کوشش کنید که همیشه آل انتخاب کنین، حال که انتخاب کنین د پایین بین د د د کدام جای سود کرنٹ ایسیټ مو شما سره اکاونت ریسیوبل د مربوط کدام اکاونت میشه کرنٹ ایسیټ. د اینجا بین سل کو اکاونت ای بانکی ما سل کو اکاونت ریسیوبل ان اکاونت ریسیوبل چقدر است؟ 20,000. سر کی اسمی خواسته ببینی سر از دبل کلیک کو برتون کامل ترانزکشن نشان میده. یک انوایس ما داریم سر کی به نام انجینر احتشام است، انوایس چیز اوپننگ بالانس است. و همیشه که شما یک مسئله دیگه ای است که همیشه شما اوپننگ بالانس هارت میکنید، صحیح است؟ اگر اوپنینگ بیلنس شما د مشتری اٹ میکنین، یک اکاونت است به نام ان کټګرایز انکم، خودش اتوماتیکلی کویک بوکس جوړ میکنه اورا د اوج او لینک میشه ان کټګرایز انکم. اگر ما اوپنینگ بیلنس د مشتری اٹ میکنین، اگر اوپنینگ بیلنس ما د وینډر اٹ میکنین، وینډر به معنی کی ما کی قرضدار می باشین، او باز د کویک بوکس د چارت اف اکاونټس د ایکسپنس یک اکاونټ جوړ میشه به نام ان کټګرایز ایکسپنس. و وقتی که او باز اکاونت پیبل است برای ما، وقتی که به مشتری جور میکنیم به نام ان کاتگرایز انکم یک اکاونت جور میشه. بیاد مینوی لیست د چارت اف اکاونتس بیاد اینجا ببین د انکم کرنٹ ایسیټ مو شما د کجاست؟ کرنٹ ایسیټ مو شما اینجا ببینین یک اکاونت ریسیوبل است. خب اینجا خو د او جام میشه اتوماتیکلی د چارت اف اکاونت دی برت نشون میده، مگر وقتی که د بالانس شیت میدی باز د او چه د ان کاتگرایز انکم چی میشه؟ کاتگرایز میشه، کاتگوری میشه. باز از ویندر هم میخوانیم که چه قسم میشه.
خب به هر صورت به این شکل شما او رو دیده میتونین و به این شکل میشه که شما بیاین در مینوی ریپورت در اینجا که آمدین در اکانت رسیوال مربوط کی میشه؟ کاستومرز میشه یا نمیشه؟ کاستومر میشه د کاستومرز این اکاونت ریسیوال به د اینجا که اومده بگو اکاونت ریسیوال ای آر چی معنا یگان جای شاید شما امتحان بتون برتون نوشته کنه که ای آر صحیح است چی رو میگیره برای ما تشریح کو صحیح است اکاونت ریسیوال و ای پی چی معنا میده اکاونت پیبل اینا ما خودیم به میچوش می خود یک امتحان دیدیم که یک نفر یک جای گفت برای ما ای آر و پی آر نوشته کده بود ای آر معنا اکاونت ریسیوال پی آر ای پی معنا اکاونت پیبل صحیح است اکاونت ریسیوال ایجنت سمری ده اینجا که بیاین برای ما نشان میده که کدام مشتری است که از شما قرضدار است و چقدر پول قرضدار است و در مدت چقدر وقت بدیر برای ما پرداخت کنه سلکو انجینیر احتشام قرضدار است چقدر پول قرضدار است 20000 است و ایرا تو چقدر وقت این کنه که در مدت چقدر وقت باید برای ما پرداخت کنه یک ماه پرداخت کنه این یک ماه صحیح شد به این شکل شما میتون بالانس های تمام مشتری خود ببینید این بود طریقه جور کردن سنگل کاستمر اگر تو بخوای ملتیپل کاستمر جور کنی باز به خاطر از ما شما میایم در کدام جای اد ملتیپل کاستمرز اینجا که اومدین باز مثل اکسل ور تیبل برای ما ایجاد میشه و در اینجا امو کالمایی که در اونجا ما شما داشت کلی شب برای ما میاره مثلا نام است و کمپانی نیم است و مستر فرست نیم لاست نیم چیزا را کلی شب میاره خب اگر تو میخوای که مثلا این کالما را یا زیاد کم کنی یا کم است به نظر میخوای زیاد کنی را در اونجا چقدر کالمای زیاد داشته ما شما اگر میگی که نه بیادر ما ای فاکس نمبر برای ما به درد نمیخوره یا الٹرنیتیو فون نمبر به درد نمیخوره میدل اینیشل ناق جای گرفته ای رو سو کازی جای ای بل تو سل چند ادرس است یک دو سه چهار خو یک دانش باشه دیگه اش نباشه باز بیاد کاستماایز کالمز اینجا که اومدی ده اینجا ببینین اینی کالما خو فعلا وجود داره امرای ما و اگر تو میخوای که دیگه کالما رو فعلا دی تیبل اینی کالما وجود داره اگر میخوای دیگه کالما رو اضافه کنی برای ما میگه تو اینه قدر کالما رو دو جرد کرده میدونی ما میگم نه دیگه رو اد نمیکنم کم میکنم میره چی را مثلا میدل اینیشل ریموو کو خو فاکس نمبر ریموو کو بدر نمیخوره الٹرنیتیو فون نمبر ام ریموو کو ایمیل ادرس باش مینیم فون نمبر یک سی سی دم دور کو میگم بل تو یک دانش باشه دیگه شکلش دور کو میگم نیم باشه کمپانی نیم باشه مستر مسز ای ام باشه خوب است اگر کدام کالم دیگر از این طریق به نظر برات مهم اسوره میخوای اد کنی مثلا کرنسی رو مثلا ما میخوام در کجاست اینجا است این را اد کلیک کو این در اخیر اومد میخوای بالا ببری را موو اپ انتخاب کو بگو بعد از نام کرنسی بیا بعد از اوکی کلیک کو سل کن شما اونم کالما ده اینجا برای ما اضافه شد یعنی نیم کرنسی باز دیگه کالما چی شد کم شد حالا اگه تو میخوای کدام نفر را اد کنی دینی می تیبل کلیک کو که کلیک کردی یک معلومات برات اینجا میده اینجا اومد میگم نام مشتری را که ما اد میکنم به نام چی است به نام سلام سلام صافی است نام مشتری ما صحیح است و کرنسی برای چی انتخاب میکنه افغانی است یا یو اس دلار میگم نه افغانی است اینجا افغانی انتخاب کردم نام کمپانیش چی است میگم سلام صافی ان برادرز بنام زی یک کمپانی داره نفر مستر است یا مسز میگم کی مستر است فرست نیمش سلام است لاست نیمش صافی است فون نمبرش و نام شماره را کپی میکنم پایین پیست میکنم ایمیل ادرس چی است میگم سلام safai@gmail.com بطور مثال ادرس چیز نوشته کردم که ڈسٹرکٹ نمبر 2 کابل افغانستان این نوشته کردم خب دیگه معلومات هست نیست بعد از اینکه خدا کنه که 1000 نفرم شما نوشته کنین مشکل نداره فکر کنم 10000 است نمیفهم چقدر است مشتری رو شما میتونین در اینجا در برنامه کویک بوکس برسن فکر کنم یا 10000 است یا 11000 بیشتر است شما در گوگل نوشته کنین برتون میگه که در یک کمپانی فایل ما چقدر لیست مشتری را اد کردن میتونیم بعد از اوکی کلیک کنین وقتی که باشن سیو این چینجز کلیک کنین وقتی که کلیک کردین برای ما مسج میده که یک دانه مشتری در برنامه کویک بوکس همراه ما شما چی شد اضافه شد اوکی کلیک و بعد از او کلوز بگو حال شما بیاین اینجا یک دانه مشتری همراه ما چی شده به نام سلام صافی اضافه شده چون اوپنینگ بالانس اد نکرده بودیم این دفعه اون ترانزکشن نامده اگر دیگه باید تن باشه اوپنینگ بالانس اد کردیم ترانزکشن اومد به مو شکل سل کوی معلوماتش کم است اگر بعدا تو میخوای که معلوماتش زیاد شه رئیسی ردید کو بچی معلومات از چی را کم است از این طریق میتونی که اینی ادیت کماند کلیک کنی و از این طریق میتونی رایت کلیک کنی ببخشید رایت کلیک کنین د اینجا برین د ادیت کاستمر کی رفتین مکمل معلومات از نفر شما د اینجا درج کرده میتونی یک مسئله ایست که وقتی که دم اول شما اوپنینگ بالانس اد کردین اگر اد نکردین باز بعدن اور اد کردین
نمیتون مشکل است براتون. دیگه مسئله ایست که وقتی که یک مشتری را شما در یک ترانزکشن استفاده کردین، مثلا اینی مشتری ما برای ما یک ترانزکشن ایجاد داریم یا نداریم، این مشتری را آل ما دیلیت کردن نمیتونیم، این رایت کلیک کو به خاطر از اینکه مسئله پیسه است. سبا اگر این تو دیلیت کردی خب اون چیزی پیسه را از مشتری گرفتی، ریکاردش از کویک بوکس هم دیلیت میکنی، گپ خلاص شد. حالا ما نمیتونیم دیلیت کنیم، سر کو دیلیت کاستومر میگم برای ما میگه بیادر problem, QuickBooks cannot delete this name because it has a balance or it is used at least it is used in at least one transaction. میگه یک ترانزکشن ای را استفاده کردی شما این مشتری را، میشه این اکتیف بسازی. این اکتیف ای به این معنی که تو باز پس گره میتون دیده ای را که این اکتیف کردی، یعنی از ایش ای گم شد صحیحستا یست انتخاب کردم، برای ما گفت که ای مشتری تو کیس بالانس داری را میخوای این اکتیف کنی، ما گفتم بله. ای گم شد خو گم نیسته، هستا دیلیت نشده، چی قسم گره میتونی ببینی. بیاد اینجا در می اکتیف کستومر که آمده بگو بیادر، یا عزیز برش بگو که برای ما آل کستومر نشان بتی صحیحست، در اونجا باز می آید میشه که از این اکتیف ایره بکشی اکتیف شد، آل چی شد؟ اکتیف شد. اگه ایره کلیک کردی این اکتیف میشه اتوماتیکلی بازی بازی این قسم میشه، و اینجا میشه که در کستوم فیلتر که آمده برش بگو که بیادر برای ما چی کار کو، در اینجا ببین بنام این اکتیف چی هست؟ نیست نه؟ در کجا هست این اکتیف؟ اکتیف که مشتری نشان بده، کاستومر اوپنینگ بالانس نشان بده، نه نیست در اینجا. بر صورت از اوجه باز میتونید که شما چی کار کنین، از اینجا شما آل انتخاب کنین و براتون او را نشان بده صحیحستا. ما دیده بودم در این سابق بود، نمیفهم آل چرا نیسته، در 22 که هست 2021 نیسته، ما خودم به چشم خود دیده بودم که اکتیف مشتری را نشان بده، این اکتیف نشان بده، در اینجا نیست. بر صورت آل کاستومر که انتخاب کردی برات معلوم میشه او را اکتیف کنی یا این اکتیف کنی. و اگر تو میخوای که یک مشتری را اینکتیو بسازی، مثلا این مشتری ما است، نامش درج کردم اینجا، هیچ نامی نه خریداری میکنه چیز دیگه، سر از این رایت کلیک کو به اینجا بیا برش بگو که مشتری ما چیست، اینکتیو هست یا ایرا اینکتیو کو، در کجا کماند اینکتیو است، میک کاستومر جابز اینکتیو، ایرا که کلیک کرد مشتری ما چی میشه، اینکتیو میشه. باز در اینجا بجای آل کاستومر که اکتیو انتخاب کنی باز چی میشه، گم میشه. پس اومدم آل انتخاب کردم، ایرا از اینکتیو کشیدم. بر صورت دیگه یا خو یک قصه بود که ما شما چه قسم میتونیم که از این طریق ملتیپل مشتری را اد کنیم، یعنی چندین مشتری را. بگو ببخشید به اینجا که ما ترانزکشن انجام ندیم در کمپین کاستمر نمبر 2، وقتی که بخواییم ترانزکشن انجام بدیم یه رو اوپنینگ بالانس ندارد باز دوباره چه قسمی بخواییم ترانزکشن خب معلوم دار است دیگه، اینجا یه کلیک بگو برازی یک اینوایس شروع میکنیم، انوایس جور میکنی، بعد از او پول از او را ریسیف میکنی، بعد شاید بعد از او یک چیزی چیزها را پس مسترد کنی، او نفر مسترد کنه برای تو، این قسم ترانزکشن هایی نمیره. میگه انوایس جور میکنی یک ترانزکشن است، استیمیت جور میکنی یک ترانزکشن است، سلس آردر جور میکنی یک ترانزکشن است، انتر سلس اپ میکنی یک ترانزکشن است. گرفتی مطلب من؟ حال خود تانوز ما شما به ترانزکشن ریکارد کردن نرفتیم نه؟ حال فقط مشتری را اضافه میکنیم چه قسم اضافه است. خب بعضی اوقات میشه که ما در پروگرام اکسل با خود لیست داشته باشیم، به طور مثال اینه ما فایل اکسل باز کردم، در اینجا آمدم نوشته کردم که کمپانی نیم، یک چند کالم جور میکنم زود یه دبل کلیک کردم، باز نوشته کردم که فرست نیم، بعد از نوشته کردم لاست نیم، بعد از نوشته کردم که مثلا فون نیم، و بعد از نوشته کردم که ایمیل ادرس صحیحستا، و بعد از نوشته کردم که ادرس یا کمپانی ادرس، تنها ادرس نشته کرده. خب حالا در اینجا من یک چند نفر اد میکنم، نشته کردم فرست نیم محمد اسلام، لاست نیم صافی، خب کمپانی نیم است ببخشید، کمپانی نشته کردم اسلام اند برادرز صحیح شد، فرست نیم ازو است محمد اسلام، لاست نیم شاس سیف زاده، و فون نمبر شاس مثلا اینی فون نمبرش هست، ایمیل ادرس isafzada@gmail.com، ایره نوشته کردم، ادرس نوشته کردم که دیسترکت نمبر 3 کابل افغانستان، و زیپ کدش نوشته کردم 1006. به همین شکل یک نفر دیگر نوشته میکنم، نوشته کردم که حضرت ولی او ببخشید نام کمپانیش نوشته کردم که گوگل، به طور مثال نام کمپانی گوگل است، نام مشتری چیست فرست نیم حضرت ولی، و تخلص چیست صافی، فون نمبرش اینو میره کاپی کردم، و دا ایمیل نوشته کردم که hazratwali@hotmail.com نوشته کردم، ادرسش اینو میره گرفتم.
حالا شما میخواین که اینمی به طور مثال مشتری هایم هستن، 1000 نفر است در برنامه اکسل تو درش کردیم، میخوایی را در پروگرام کویک بوکس انتقال بدی. اولین شرط به انتقال چیست؟ اولین شرط به انتقال اینمی است که بیادر دیتا را که تو انتر کردی میخوایی در برنامه کویک بوکس انتقال بدی، باید به فرمت یعنی کالمای برنامه کویک بوکس باشه. در کویک بوکس وقتی که ما مشتری جور میکردیم کمپنی نیم است یعنی است بلی را ما میتونیم انتقال بدیم. First name است انتقال داده میتونم، last name است انتقال داده میتونم، phone number است انتقال داده میتونم، ایمیل ادرس است، address است، بله کلش انتقال داده میتونم. چه قسم میکنی؟ وقتی که برنامه کویک بوکس باز کردی باز میاد اینجا the art multiple customers. ده اینجا که اومدی یک طریقه شوی قسم است، ده اینجا که اومدی بیادر اکسل تا باز کو، اگر کالما فکس به اساس زمی باشه خوب، اگر نباشه او رو جور کو. مثلا ده اینجا کمپنی نیم است همراه ما، بله است سلکو خو نیم ای طرف آورده. ایده چی میکنم؟ من جور میکنم بس هست ازمو در کستومایز کالم که آمدم میکنم بیادر نیم که هست بیخی برای ما ضرورت در اینجا نیست، خو نیم ما دیلیت کده نمیتونم از چی صحیستا. میگم که بیادر چه کار کو؟ کمپانی را بالا ببر، کرنسی را دور کو میگم از چی ای را ریموف کد. کمپانی نیم هست مستر چیزایش نیست ایرم ریموف کو، فرست نیم لاست نیم هست، فون نمبر است، ایمیل ادرس است، بیل تو است، بیل تو مو ادرس است. میگم بالکل میشه، اوکی کلیک کوی که میشه بیا خیلی است دینجس ای را فقط هم دی تایش کاپی کو، اینوانش نی کلش کاپی کو. کاپی کی کردی پروگرام ورد دکو اکسل کوئک بوکس باز کو، بدون از این نیم شما دینج بین چی کنین، فقط کنترول بی کلیک کنین کلی ریت اتوماتیکلی چی میشه پیست میشه. باز هاست اینو فرمت است میبینین فرست نیم لاست نیم کلش هر چیز دم جای خودش آمد. حالی میتونی سل کیجا میگم دس فیلد از ریکوایرد، نام بیخی ضروری و اساسی سیده باید نوشته کنین. میگم خیلی اینجا نام که ضروری است اینم یاره اینی نمایش هسته اینم یاره ما کاپی میکنم. کاپی که کردی پس ده اینجا بیا بگو ده اینجا باشه ده اونجا باشه ایرم ده اینجا پیست کرده. به این شکل شما خدا کنه 1000 نفر باشه سیف چینجز که بگوین برای ما مسج میتونی که دو نفر دیگه چی شد ده کویک بوکس اضافه شد. و دیگه شما باز از این طریق میتونین ده فایل که بیاین ده یوتیلیتی که بیاین امپورت اکسل فایل، و او اکسل فایل باید اینطور نباشه که مثلی که ما شما اینجا جور کردیم خود ما کاپی پیست کردیم. اکسل فایل باشه که لیست از او از طریق فایل اکسل که از اکسپورت شده باشه و او رو تو در کمپانی خود امپورت میکنیم. مثلا یک کمپانی داشتیم در دا اونجا او کمپانی خراب شد، فقط به خاطر از اینکه دیگه کدام با مشکل روبرو نشه ما لیست مشتری خود اکسپورت کرده بودیم از کمپانی خود. اول کمپانی نو جور کردیم، موجود میخویم او اکسل فایل که تو اون لیست که تو دا اکسل فرمت او را اکسپورت کرده بودی پس امپورت میکنی، بیا دا اکسل فایل را انتخاب کو، یس انتخاب کو، دا کجاست اینو پس اینجا برای ما اونم لیست آورد صحیح است. لیست که ما شما پیشتر کار کردیم اول رو چی میکنی؟ پس شما اونم چیزی را که کاپی کردین دا اینجا چی میکنین پیست میکنی یا یک نشه مثل سابق واری. خب به هر صورت ای بود طریقه چی، و اگر IIF فایل باشه بازم میشه. مثلا در اینجا بیاین IIF فایل چی شد؟ The import IIF فایل چه قسمی کار میکنه؟ ببینین ما چه کار میکنم؟ میام اینمی مشتری همه که در اینجا هستن یار چی میکنم کلیشا؟ Export میکنم در فایل آمدم در utility میکنم ایره export میکنم با چی export میکنم؟ با IIF فایل میکنم بله. دا کجا چی را اکسپورت میکنی؟ لیست برای ما آورد چارت اف اکاونت را میخوای اکسپورت کنی، کستومر لیست را میگم کستومر لیست میخوام، اوکی کلیک کو. دا کجا میخوای؟ میگم در دسکتاپ. بنام چی؟ بنام کستومر لیست. ای را سیف کنم. تمام مشتری خود چی میکنم؟ مسیج داد که اکسپورت شد ایرم دیلیت کنم، رایت کلیک کردم دیلیت گفتم، و دیگرم رایت کلیک کردم گفتم دیلیت کو ایره دیگیشم گفتم بیادر ایره دیلیت کو، رفتم ترانزکشن از این مشتری را دیلیت کردم، یعنی ترانزکشن را دبل کلیک کردم، ترانزکشن را دیلیت میکنم باش که اوپنینگ بالانس دیلیت میشه یا نمیشه ای را دیلیت گفتم دیلیت شد که دیلیت شد آلی مشتری را میدانم دیلیت کنیم، رایت کلیک کردم ای را دیلیت کردم صحیح است. چون ترانزکشن نداره آلی کدام لیستی مشتری را شما میبینید نیجا نیستا، بگم ما یک لیست دارم او را امپورت میکنم در یوتیلیتی برو دا امپورت دا کجاست فرمت چیست IIF است، بی را کلیک کو اوکی کلیک کو، دا کجاست فایل امپورت IIF کلیک کو، بگم داری دسکتاپ است دسکتاپ انتخاب کو اینمیست بله اوپن کلیک کو. وقتی که اوپن کلیک کردی او را چی میکنه؟ کلش برای ما امپورت میکنه در پروگرام کویک بوکس. این برای ما میگه دلیس که از دو دانه را ما تانستم که موافقانه او را برد امپورت کنیم، دو دانه دیگه فیل شد حتما فرمتش مناسب نبوده کدام چیز دیگه، چون این امو ستاندر طریقه کویک بوکس است که چی میکنه.
باز اگر خودت میخواستی میشه که از طریق اکسل چک کنی را. میگم صحیح است. اگه میخواستی ببینی ریویو ناو کلیک کو را برات نشان میده برنامه QuickBooks. میگم نه اورو سکو فقط چیکو کلوز کیرا اینا که کلوز کردی حالا بیا کی نن فوم انتقال داده نه داده برای ما اینجا بیا سی داده نه برای ما چیکدا انتقال داده و دودن دیگهش سرش نرسید که اور انتقال بده صحیح است. چون اگه باید تن باش و اور از اکسل گردواد هم انتقال داده به فرمت QuickBooks صحیح نبود کالماش کم بود زیاد بود. به شکل شما میتونین که از اوجه چی کنین و یک مشتری را اکسپورت کنین. مسئله دیگه ای است که اگر تو میخواستی که مثلا اینی مشتری ماست به نام محمد اسلام برای از یک جاب مشخص ارد کنی که ما برای از او انوایس جور میکنیم از امی جاب مشخص جور میکنیم بازور مشتری را کلیک و بیاد اینجا بگو ارد جاب میخواستم برای از یک جاب چی کنم ارد کنم. مشتری هستم روی ما سابق از پیشم خریداری میکرد آلی برای یک جاب مشخص ارد میکنم بیاد اینجا ارد جاب کلیک کن. ارد جاب که کلیک کردی نام جاب چیست نوشته کردم که QuickBooks ترنینگ است. خب صحیح است. قرضدار است سابق؟ نه. از مشتری قرضدار نیست اوپنینگ بالانس نداره. دیگه معلوماتش خود مشتری است او را که از قبل ما ارد کردیم دو جمع کار نداریم ادرس انفورمیشن پیمنت سیتینگ و ادیشنل انفورمیشن فقط در کجا می جاب انفورمیشن جاب انفورمیشن شارت میکنی جاب دسکریپشن چیست میگم که ای کپاسیتی بیلدینگ است دسکریپشن صحیح شد. جاب تایپ چیست میگم ای جاب تایپ شم کپاسیتی بیلدینگ است مشکل نداره. جاب استیتس چیست میگم ان پروگرس است. استارت دیتش کدام تاریخ است میگم این تاریخی 15 شروع شده بود. پروجکتد اند دیتش کدام تاریخ است میگم که تاریخی 25 گفته که خلاص میشه. اند دیتش باز وقتی که تاریخ ختم شد بازور نوشته میکنیم بعد از اوکی کلیک و یک دانه جاب به می مشتری ما چی کردیم ارد کردیم صحیح شد. یک دانه جاب میبینده این مشتری ارد شد کدام پروژه جاب دیگر هم شما برای ازی پروژکت دیگر هم تطبیق کردین یا در جریان است او را میشه به اون شکل ارد کنیم. باز وقتی که چندین دانه جاب ارد کردی میخوای برای ازی مشتری مثلا تو انوایس بدی به می جاب بیاد اینجا وقتی که تو میخوای برای ازی انوایس بدی صحیح بجای نام مشتری میخوام مستقیم اتوماتیکلی خود جاب انتخاب میشه. باز متوجه هستین به خاطر از مایر استفاده میکنیم که اگه یک مشتری چندین دانه جاب داشته باشه به هر جابش میتونیم که مشخص جدا جدا انوایس برش جور کنیم. به این شکل شما میتونین که چی کنین جاب مشخص کنین به یک مشتری خود. پس شما دیدین که ما چه قسم از طریق برنامه QuickBooks سنگل مشتری را ارد میکردیم کاستومر ارد میکردیم مالتیپل کاستومر ارد میکردیم چه قسم جاب ارد میکردیم چه قسم از پروگرام اکسل چیز را لیست مشتری خود را امپورت میکردیم چه قسم لیست اکسپورت شده برنامه QuickBooks در برنامه QuickBooks پس دوباره در برنامه QuickBooks را امپورت میکردیم. در اینجا سوال است آلی میم سری چی کار میکردیم در پرایس لیول لیست. پرایس لیول لیست گفتیم وقتی که مشتری را جور کردیم باز کار میکردیم. بسیار کماندی مهم است در پرایس لیول لیست. ما برات قبلا گفتم به خاطر کاتگورایز کردن مشتری خود ما استفاده میکنیم که به هر مشتری ما بخوایم که یک مشخص دیسکاونت در نظر بگیریم برای ما شما از این کمانډ استفاده میکنیم. فعلا چیزی هست اینجا هیچ چیز نیست. اگر میخوای که پرایس لیول لیست نو جور کنی رایت کلیک کنی و انتخاب کنی که انتخاب کنی چی نام میدی به مشتری پرایس لیول لیست. یک نام میدم مثلا میگم که تاپ کاستمر ما تاپ کاستمرز لیست هست یا تاپ کاستمر بس خلاص و داش یک داش میتیم برش نوشته میکنیم که برای ازو باید QuickBooks چند فیصد دیسکاونت در نظر بگیره 5% دیسکاونت بگیره. خب امیر داد در نظر میگیریم که مشخص شوه در گرفتیم. خب این پرایس لیول لیست که جور میکنیم پر آیتم جور میکنیم یا فیکس به تمام آیتم ها جور میکنیم هر چیزی که باشه سرویس آیتم باشه اینونتری پارت باشه هر چیزی که باشه برای ازو فیکس جور میکنیم. میگیم نه فیکس نیست چیستا به اساس هر آیتم جور میکنیم. با کل آیتم ها یک دانه پرایس لیول لیست جور میکنیم. میگم برای ازی مشتری ما که هستا با کل آیتم ها که هستا باید 10% چی بتم دیسکاونت بتم. خب ده اینجا ادجست پرایس اف مارکت آیتم تو بی 10% اونمو فیصدی رکی ده بالا نوشته کده ایجم باید نوشته کنی 10% میخوای از این ستاندر قیمت لور شوا یا هایر شوا. میگم لور شوا ستاندر قیمت کدام است این نمیسته صحیح است. فقط ارجس کلیک کو 10% 10000 کی کم شو چقدر میمونه از کی کم شو 2700 میمونه. حالی وقتی که ما بینی مشتری خود مشتریایی که ما رو مارک کرده باشم از تاپ کاستمر خود برای زو به جای 10000 چقدر کاست پرایس نشون میده 9000 نشون میده. اگر تو میگی که والا امی پروپوزل رایتینگ ما سر کمپانی دیگه میکنیم او به مشتری ما دیسکاونت نمیده
اینمی رو میتونی که تو اکسکلود کنی، آل انکلود است اکسکلود کو بهتر. صرف سر ازی ما برای ازو مشتری های ما که هست چی نمیتونم دسکاونت نمیتونم، بخاطر ازی که این سرویس خودم پروواید نمیکنم، کس دیگه پروواید میکنه او برای ما دسکاونت نمیتونم. باز چی گو ارجست کلیک کن، ارجست کلیک کردی سلک ایره که انتخاب ارجست که ایره که ارجست کت نکد بخاطر ازی که مشکل نداره چون ایره ایچ انتخاب نکدن دوچه صحیستا. آل اگه ما چی کنیم اوکی کلیک کنیم سال کو چیزی را که انتخاب نکرد قیمت شیش هم باز نمیه. اگر آمده باشه میتونی خودت هم جور کنی پس دوباره مشکل نداره، و اگر جور نکنی هم مشکل نداره. اوکی کلیک کو، وقتی که اوکی کلیک کردی یک دانه پرایس لیول لیست جور شد به نام تاپ کاستمر و دوجه 10% ڈسکاونت در نظر گرفته. اگر تو میخوای که نیجه ڈسکاونت هم نوشته کنم در پالیش بیا رایت کلیک کو ادیت برو دم پالیش یک ڈسکاونت کلمه ڈسکاونت هم اضافه کو که معلوم شود. دیگه میگم رایت کلیک میکنم نیو دیگه تاپ پرایس لیول لیست جور میکنم، نوشته میکنم که میڈیم لیول کاستمر و داش میگم برای زو 5% ڈسکاونت در نظر میگیرم. و برای ازی که از کلش مارک میکنم بدون از زمین نفر اینمی آیتم خود سرویس آیتم که هستن. باز ارجست میگم ارجست که کلک کردی اون سال کوئی قیمتش نا آورده برای زو دینج ببخشین قیمتای خودش آورده. چرا خودش آورده؟ بخاطر از اینکه دسکاونت در نظر نگرفته بود. ایره باز دسکاونت بود ارجست بگو آل چی میکنه تغییرات میاره. بعد از اوکی کلیک اوکی کلیک کردی دیگه جور شد. رایت کلیک نیو انتخاب کردم دیگه جور میکنم میگم به نام لوور لول. مشتری هایی که آمد دلش هر وقت که آمد اگر نامد ایچ 0% سیست ایچ دسکاونت در نظر نمیگیریم. مارک آل کلیک کو اگر زور 0% زیاد شد و کم شد تفاوت نمیکنه، صفر جمع شد و منفی شد تفاوت نمیکنه نی. اینجا باز صفر انتخاب کن، ارجست کلیک کن قیمتای خودش میاره. اوکی کلیک کن اوکی کلیک کردی سه دانه پرایس لیول لیست همراه ما جور شد. حالا اگر پیش از اینکه ما او پرایس لیول لیست اساین کنیم به مشتری خود، مثلا به حضرت ولی ما میخوام یک کوتیشن جور کنم، آمدم دا کریت انوایس که آمدم میگم به حضرت ولی ما انوایس چی رو جور میکنم؟ انوایس پروپوزل رایتینگ چند چارج میکنه؟ 10,000. اگر ما کویک بوکس دسکتاپ رننگ در نظر بگیریم چند چارج میکنه؟ 3,000 چارج میکنه یا نمیکنه؟ به خاطر از اینکه تانوز پرایس لیول است مشخص نکردیم، حالا چی میکنم؟ میام اینمی حضرت ولی رو رایت کلیک میکنم، ادیت کاستمر میرم، پرایس لیول است کجا بود؟ پیمنت سیتینگ د اینجا پرایس لیول است. این مشتری کدام چه قسم مشتری است؟ تاپ مشتری ماست. خوب بسیار خوب اوکی کلیک کو. حالا وقتی که ما بیام د کاستمر د کریت انوایس به حضرت ولی، اگر ما کویک بوکس انتخاب کنم بجای 3,000 چند میاره؟ 2,700 میاره، یعنی 10% برش چی میتا؟ دسکاونت میتا. و اگر تو بجای زی کوئی اچھی انتخاب کنی پروپوزل رائٹنگ باز چی میکنه؟ 10,000 میاره. بخاطر از اینکه ما گفتم کیره کس دیگه ای سرویس پروواید میکنه و دو ما تخفیف در نظر نگرفته بودیم، نه نداریم تخفیف برش. و اگر تو بری چی کنی ایره مثلا ای خواهر تولی بود ایره ما د میڈیم لیول انتخاب میکنیم، د ایڈیٹ کسٹمر آمدیم میگیم بهتر این مشتری ما کس میڈیم لیول است، یعنی برازو 5% ڈسکاؤنٹ در نظر بگیری. و این نفر که است محمد اسلام، ای که است ای که است یگان وقت دلش بود میاد غیر از ولا که بی بی نگره تو این در لور لیول میام اینجا انتخاب میکنم. اوکی حالا اگر ما بیم مثلا محمد اسلام انتخاب کنم ببین هیچ ڈسکاؤنٹ نمیده، ده هیچ آیتم اگر او سرویس آیتم باشه این وینٹر پارٹ باشه سال کو پروپوزل رائٹنگ خوب بیز اون قسم بود. اگر کوئی بوکس انتخاب کنم 3,000 چارج میکنه، اگر دیگه چیزم انتخاب کنم اون قیمت خودش چی میکنه؟ انتخاب میکنه. صحیح این مسیج به خاطر از این میکنه برای ما میگه تو میخوای سر از چیزی رو بفروشی هیچ اینوینتری آن هند نداره، چی رو میفروشی سر از این نفر؟ تو انوایس جور میکنه چی جور میکنی تو؟ کم فیصدی دیسکاونت؟ خدا دې دې خود لرتا کنه نو خپل نه 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 دلته دسی خید تا ګورا دلته او سره ته توای چې دا ستا ټاپ مشتری دی پرایس لیول لیست او دونه ډسکاونټ او په نظر کې نیولې. صحیح شو یو خو هغه چې مونږ د دې نه جوړول آیټم لیست براغلو دې نه هم ډسکاونټ ورکول هغه خی دتا خدا اتوماتیکلی کوئک بوکس خپل کالکولیټ کوي محاسبه کوي دتا دا ته نه خی. صحیح ده پوښ په دې باندې کنه. بل یو کس ته یو چا مانه د سوال مکړو یو کس یک نفر اسو میگه کی استاد ما یک نمایندګی د کوټه سنگیس یک دکان کې هسته مې پرزای ماشینری را میفروشم د کمپنیستا ما اورم مکاسه کې مشتریم نمایندګي دوم واس او یو یک مسول تعین کړم به هیڅ مشتری نام زور ما د کویک بوکس رسوندې چیز را کې مثلا زمې فروشم به مو قیمت کې بریمه تمام میشه بر ازو میتم
بازو در روزمره امرای ما یا هفتوار به امرای ما حساب میکنه این جنس اینه قدر فروختیم اینه قدر. حالا اگر ما بنا مشتری را عرض کنم چی خصم میشه که مثلا ما برای زو وقتی که نام زو انتخاب کنم چیز قیمت که برای ما تمام شد است او نمو قیمت برای زو چیشم کالکولیت شد. اگر استاسو که پیادی ببین وقتی که ما در ایتم لیست ایتم عرض میکردم مثلا اینمی دل ماوز به نظر میگیریم یا سی پیو چی شد که سی پیو را عرض کرده بودم اینمی سی پیو. اینجا وقتی که ما عدد کنم برای ما گفته بودی به تو بچند تمام میشه به 3000 میفروشی 4000. وقتی که ما به مشتری انوایس جور میکنم اتوماتیکل اینمی قیمت هم میگیره. اون نفر گفت خیلی چه قسم ما میتونم که استاز اینمی قیمت تمام شده اوجه برای زو مشخص کنه. این کارم شما از طریق پرایس لیول لیست میتونی چه قسم میشه. اگر نمایندگی دوم دارین مثلا اینمی سلام صفحه است این به حیث نمایندگی ماست یک نفر مدیر تعیین کردیم برش حساب از پیش میگیرم چیزی که برای ما تمام شده برای زیم مفروشم میگیرم به اون قیمت برای زیم میتونم. شما چی کار کنین بیاین در اینجا در ایتم در پرایس لیول لیست که آمدین بگو یک دانه پرایس لیول لیست چی میکنین دیگه جور میکنین رایت کلیک کن نیو انتخاب کن. نیو که انتخاب کردی در اینجا نام مشتری را بتی مثلا نوشته میکنیم که به نام چی بود نوشته میکنیم که فیکس کاست کاستمر صحیح است یا فیکسد نوشته میکنم که فیکسد کاست سیلز یا اون نام مرتبر کار سنم شو تو ورکه دا نام مرتبر این نام برش انتخاب کردیم. تمام از ایتما را که وقتی که ما بالای نفری که برازو فیکس کاست سیل انتخاب کردیم میفروشم برازو چی شوه استاندارد پرایس نشوه کاست که ما تعیین کردیم برازو چی شوه تعیین شوه و در اینجا پرسنتیج هم زیرو نایی را اپ میکنی این نایی را داون میکنی زیرو پرسنتیج انتخاب بکنی ارد کلیک کو ارجست کلیک کو وقتی که ارجست کلیک کردی سل که ای بری ما بچند تمام میشد کاسب اینجا چی میگیره برش دو سر ای بساد بود ایرم بساد است ای دگاه خود سرویس آیتم است چیز آیتمی که ما میگیرم بعد از اوکی کلیک میکنم آل سل کو ای نمی را ما چی میکنم با امی سلام صفحه انتخاب میکنم رایت کلیک کردم در ایده رفتم گفتم ای فکس کاسب مشتری ماست در اینجا آمدم فیکس کاست یا ام کاست که برای ما تمام شد صحیح است سیل کاست اوکی کلیک کردم وقتی که اوکی کلیک کردم حالا ببین یک چیزی را که ما میفروشم ام کامپیوتر برای ما بچند تمام میشد با 3000 بچند بود با 4000 میفروختیم نه سی پی یو اینجا بیا د لیست بیا سیل کو کور آی 7 که بود سی پی یو با 4000 میفروختیم و تمام میشد برای ما با 3000. پس وقتی که برای مشتری انوایس جور میکنم با قیمتش چقدر شد 3000 آمدم د کاستمر د اینجا کریت انوایس کی کلیک کردم د اینجا ما ته میگم به اینمی مشتری ما چه میفروشم ما سی پی یو رو میفروشم کور آی 7 سی پی یو اتوماتیکلی قیمت چی رو میگیره 3000 میگیره یعنی چیزی که برای من تمام شده او رو برای زی میگیره صحیح شد به شکل شما میتونین که از پرایس لیول لیست کماند استفاده کنین.